مطلبم رو زود تقدیم بکنم بیشتر برسیم به روزه و امروز روز گری است اگر این مطلب حقیر دیشب جمع جور می شود، امروز تو این وادی مصدهتون نمیشدم. عرض کردم دیروز که دیشب عرض کردم دیشب که حالا یه گنجی رو می خواهیم خدمتون تقدیم بکنیم با نقشه اون گنج چون یه باید و نباید هایی داره و متاسفانه خیلی بهش بی توجهیم واقعا گنجیست پربه ها که میتونه سرنوشت آدم رو جابجا جا بکنه و میتوانه زندگی آدم رو متحول بکنه الان بگن فلانی یه نسخه ای هست نسخه گنج از این گنج های فیزیکی اگه این گنج در بیاری خودت و خانوادت و نسل تأمینن آدم ریسکش رو قبول میکنه تازه شاید این نسخه جعلی باشه ولی ریسکش رو قبول میکنه میره ما بلا تشبیه نسخه گنجی از اهل بیت داریم که ریسک پذیر نیست و حضرت عباسی زندگی آدم رو متحول میکنه به راحتی ولی بهش توجهی یعنی چی زندگی رو متحول میکنی؟ یعنی هر جوری زندگی کنی فقیر و غنی سخت و راحت آخرش مرگه تهش اونجوری بریم تو خاک که حضرت حق رسولش و اهل بیت رسول قبولمون کنن یعنی عاقبت به خیر بشه امام صادق فرمود یا ابا هارون انا نعمر سبیاننا به تسبیح زهرا علیها سلام کما نعمر به صلات ما بچه هامون رو امام صادق فرمود امر میکنیم به تسبیحات مادرمون حضرت زهرا همون جوری که امرشون میکنیم به نماز خیلی حرفه ها پا به پای نماز امر میکنیم فلزم ها ملازمش باش یعنی مداومت داشته باش فَإِنَّهُ فا لم یلزمه هو عبد فیشقا طبق نقلی فشقا یعنی هر بنده ای که ملازمت کنه بر این ذکر بدبخت نمیشه چی از این بالاتر تأکید میکنم ملازمت دیشبم گفتم نه اینکه یه روز بگی یه روز نگی یه وقتی حالی داری یه وقتی عجله داری حالا بریم جلوتر یه دو تا مطلب راجع به این نوع گفتن تسبیحات عرض میکن یه وقتی حضرت صدیق سلام الله علیه و روی فدا آمدن مسجد خدمت آقا رسول الله نفراتی تو مسجد بودن بیبیجان جان برگشتن فردای اون روز آقا رسول الله آمدن منزل حضرت صدیقه سلام الله علیه ما فرمودن بابا جان دخترم زهرا دیروز کاری داشتی اومدی مسجد شد بی بی حیا کردن که مطلب رو عرض کنن حضرت امیر سلام الله علیه و روی فدا عرض کردن آقا جان یا رسول الله راستش فاطمه دستاش آبله زده به قول ما تاول زده از بس که خودش کار خونه رو میکنه خانوم های جلسه خواهر بزرگوارم مخصوصا اونهایی که جوان ترید بانو یا عالم خلقت خودش کارای خونش رو میکرد یه وقتی یه صحبتی رد و بدل شده بین امیر و حضرت زهرا حرف ببین حرف رو ببین تو رو خدا حضرت زهرا یه جایی میفرمان علی جان من شرم دارم از تو چیزی رو طلب کنم که تو نتونی برآورده کنی به حساب کتاب دنیا ها که اختیار عالم دستشون خواهر بزرگوارم تو میدونی تو این اوضاع اقتصادی دست شوهرت خالیه چرا مثلا دنبال یه چیزی هستی چیزی رو طلب میکنی که اون نمیتونه تهش ادنا درجه شرمندگی و خجالت اعلا درجهش خدایی نکرده دعوا و نزا آیت الله سد صدر و دین صدر مدفونه در این خیلی شنیدنی حرم ازت معصومه خیلی وضع زندگیش ساده خیلی فقیرانه یه وقتی یکی از تجار اومده بود در خونهشون در زده بود خادم خونه خونه نبود خانوم آیت الله ست صدر دین صدر اومده بود در رو باز کرده بود بعد چادرش چادر این بانو خانوم آیت الله صدر چند تا وصله داشت دو تا داشت این تاجره با یه نگاه حقیرانه نگاش کرده بود این خانومو بعد خیلی بهش برخورده بود رفته بود پیش آیت الله صد گفته بود بابا ما خانوم عالم این شهریم یه چادر درست در اون نداشته باشیم آیت الله صد گریه کرده بود گفته بود خانوم اوالم و بانوی عوالم چادرش پر وصله و پینه بود چادری که میبره میذاره گرو امیر المومنین پیش یهودی به قول امروز دو تا مشت گندم بگیره بیاره شکم و چهار شیسیر کنه یهودی نصف شب پا میشه میبینه. از این چادر نه تاره میره به آسمون یه طایفه از چادر بیبی جان ما مسلمون میشه فاطمه شرم میکنه خجالت میکشه بگه یه خادم میخواد یه کنیز میخواد یا رسول الله ببین پیغمبر فرمودن یا فاطمه اعطی که ما و خیرون لکه من خادم الله اکبر و من دنیا به ما فیها فاطمه یه چیزی میخوام به تو عطا کنم بدم که از خادم و دنیا و هرچه در دنیاست بالاتره برات تو با پیغمبر داره میگه بعد فرمود تو کبرین الله بعد کل سلات بعد از هر نماز سی و چار دفعه تکبیر بگو الله اکبر سی و سه دفعه الحمدلله سی و سه دفعه سبحان الله ثم تختمین ذالک به لا اله الا الله تو این روایت که مجلسی در بهار به نقل از دعائم الاسلام نقل میکنه دقیق میگم میفرماد سی و تا الله اکبر سی و سه تا الحمدلله سی سه دفع. سبحان الله تختمین به لا اله الا الله با لا اله الا الله. الله تموم کن یه دونه بعد نماز اما معتبرتر از این در کتاب من لا زور شیخ صدوق عین این, این مطلب رو نقل میکنه میرسه به اینجا حضرت میفرماد حضرت رسول میخوای به تو چیزی بدم که بهتر از خدمت کار باشه و دقت کنید جوانا وقتی به بستر برای خواب میروی سی و چار بار الله اکبر سی سه تا الحمدلله سی و سه تا سبحان الله تمام لا اله الا الله تو این نقل من لا یحذر نیست نکته در مفاتیح المقالیق اول رساله خلاصت جواهر الاسرار یه روایت میاره من روایت رو رقیق میکنم امروزیش میگم امام صادق میفرمان از کاری که به شما میدیم مثل دفینه میمونه مثل گنج میمونه عددش مهمه اگه گفتن سی و چار تا الله و اکبر تو نگو حالا مثلا ما سی و پنج تا میگیم یه دونه هم بیشتر میگیم سی و سه تا میگیم ما اگه گفتن سی و سه تا الحمدلله فیکس سی و سه تاست حضرت فرمود اینا مثل دفینه است مثل گنجه تو گنج میگه سی و چار قدم مستقیم برو سی و سه قدم بیا دست راست سی و سه قدم برو دست چپ اگر همو اول سی و چار قدم و سی و پنج قدم برداری از گنج رد میشی سی و سه قدم برداری بکنی به, به گنج نمیرسی عدد مهمه عدد موضوعیت داره نمیخوام حالا وارد بشم که اینا هر کدوم به چه عددیه و به چه دلیلی اصلا نمیشه اینجا توضیح داد نکته دوم که زود بگم و رد بشم نکته دوم اینه که اصلا تسبیحات حضرت زهرا خودش ذکر مستقل بچه ها بزرگترا خواهرا ملازم باشید امام صادق فرمود مداومت کنید یه تسبیح تربت سی و ستایی این تسبیح که همتون دارید یه نخ محکم هم بهش بکشید که این نخایی که حالا مثلا کربلا دارن زود پاره میشه دستتون باشه دائم دیگه سی و ست تاست اینجوری نیم مثلا صد تایی باشه دستتون در بره من نمیگم ذکر برای ایام بیکاریه اما حالا که مشغله دنیا منو خیلی سرگرم خودش کرده هر وقت تو ترافیک چقدر از عمرمونو منو تو تو ترافیکی آقا می تربت باید با وضو باشه واجب نیست تربت رو با وضو دست بزنی یعنی اون مثلا مثل مس قرآن ولی خب وضو از آدابه دست گرفته اما واجب نیست حالا شاید مثل مثلا اکبر آقا کسی یه خورده رعایت بکنه سلوات شما رو دست بگیره حالا من میرسم که تسبیحاتو با چی بگیر سی و چار تا سی و سه تا سی و سه تا ملازم باشید خودش ذکر مستقل الزامی نداره بعد نماز یا قبل خواب باشه بعد نماز و قبل خواب خیلی خوبه اگر تو روز انجام نمیدی این دوتا رو انجام بده حضرت الله میر باقری حفظه الله روحی فدا من یه ارادت عجیبی به ایشون دارم آسد محمد مهدی ایشون نقل میکرد که از بزرگان شنیدم کسایی که کار سنگین میخوان انجام بدن به قول امروزی و مسئولیتشون سنگین بار سقیلی رو دوششونه قبل از خواب مداومت داشته باشن به تسبیح حضرت زهرا کارشون خیلی راحت راه ببین این روایت تو تو رو خدا دقت کن چقدر عجیبه امام باقر فرمود ما عبد الله به شیء من تمهید افضل من تسبیح فاطمه خدا از حیث حمد از حیث حمد تمهید دقت از حیث حمد ما عبد الله به شیء من تحمید از حیث حمد برتر از تسبیح حضرت زهرا عبادت نشد بالاتر از این نداریم بعد ادامش ولو کان شیء افضل منه لنهله رسول الله فاطمه میفرماد اگر چیزی بهتر از این تسبیحات وجود داشت پیغمبر اونو هدیه میداد به دخترش فاطمه بیاییم این عرائز من رو به نگاه هدیه حضرت صدیقه در روز شهادتش به شمایی که روز تعطیلی نیست روز کاری است باز امروز پای حضرت زهرا ایستادید نگاه کنید بی بی بهتون هدیه داره میده اگر تا حالا بی توجه بودید از امروز از بی بی مدد بخواید پایین وایستید آقابت به خیر میشید من دارم روایت ها رو رد میدم چون وقت نمیکنم. اما این مطلب تسبیح حضرت زهرا طبق روایات اند سفر باعث بیمه شدن و سلامت مسافر میشه قرآن میاری از زیر قرآن رد میکنی آب پشت سرش میریزی مسافر تسبیح حضرت زهرا بگه اول سفرش سفرش بیمه میشه یکی اومد خدمت امام صادق اونایی که این گیر جسمی رو دارن نشست تو مجلس امام صادق حضرت روایاتی خوندن مطالبی فرمودن تموم که شد آمد خدمت امام صادق گفت آقا من بیچارم خاک بر سرم به قول اموزی ها آقا من چرا آقا این همه مطلب فرمودی من متوجه نشدم حضرت فهم چی؟ گفت آقا من گوشام سنگینه ته جلسه بودم اگه ممکنه دو تا روایت هم بگید من استفاده کنم حضرت فرمود سقل سامعه داری گوشا سنگینه ارز کرد بله فرمود علیک که به تسبیح فاطمه <تصفح> تسبیح مادرم زهرا رو بگو حل میشه راوی میگه در کوتاه مدتی مداومت کردم به تسبیح حضرت زهرا عین روز اول گوش من شنوایی کرد حالا من خیلی میگم روایت دارم رد میکنم اما مهم نکته مهم رو فهم. اسلام دین کیفیت نه دین کمیت یعنی چی عزیز دل من سی و چار تا الله اکبر سی و سه تا الحمدلله سی تا سبحان الله سرجم از تو دو دقیقه بیشتر وقت نمیگیره بعضی ها تسبیحات میگن انگار چاقو گذاشتی زیر گلوشون سبحان الله سبحان دقت میکنی واقعا یه سین میشنوی ازش عجله داری نگو ناقص نگو با بیادبی نگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله بابا تو یه معامله درشت میخوای انجام بدی به طرف نمیگی یعنی الا پول بده پول بده اینو بگی برو نه آقا با وقار شؤونات رعایت میکنی داری تسبیح از زهرا میبری در خونه خدا یه روایتی است باز مننت سر من بذارید خودتون مراجعه کنید این روایت رو ببینید پیغمبر به آقا میرالمومنین سلام الله علیه و روی فدا میفرمان که میخوای 6 تا گوسفند بهت بدم 6 هزار تا گوسفند یا 6 هزار سکه طلا یا 6 هزار تا کلمه مولا فرمود آقای رسول الله 6000 هزار کلمه برید تو اینترنت هست حضرت فرمود این 6 هزار کلمه رو خ... ببین حضرت میفرماد نستجی رو بالله همین جوری نی این 6 هزار کلمه رو خلاصه میکنم تو 6 تا جمله یکی به آخری اینه یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون به کثرت العمل فشتغل انت به صفت العمل اگه دیدی مردم به عمل زیاد مشغولن تو کم انجام بده درست انجام بده نمیخواد چند هکتار رو زیر کشت ببری همه رو خراب کنی یک کردو زیر کشت ببر درست عمل بیار ما وقتی رفتیم خونه یکی از اقواممون دیدم نشسته کنتراتا الو به همین لفظ الو گفتم چیکار میکنی گفتم صلوات میفرستم گفتم اینجوری گفتم گیری داشتم و مثلا صد هزار صلوات نذر کردم زودتر باید جمعش کنم بره گفتم آقا مریضی صد هزار تا نظر میکنم دنگ با من باشید راوی میگه راوی که برای معاصر راوی میگم یا نرید به مثلا هزار سال طرف میگفت آمدم حرم علی ابن موسی رضا خیلی گریه کردم حاجتی داشتم اومدم بیرون دیدم میز جواد آقای تهرانی رحمت الله علی تو حرم امام رضا داره میره با دوست تا از اطرافیان او ای بوده میز جواد آقای تهرانی فکر میکنم بعد دفاع مقدسم. از دنیا رفت تو قبرستان عمومی مشهد دفنه بشت رزا حالا یه چیزای حالاتی داره عجیب غریب اینا به خدا وقتی من حالات اینا رو میخونم خجالت میکشم از اینکه این, این لباس تن منه خوب گوش کنید گفت دیدم داره میره و رفتم و محضرشون رسیدم دستشون مستیم گفتم آقا یه حاجتی دارم پونزه سال 20 سال مثلا گیرم این حاجت رو نمیتونم بگیرم شما پیش این علی ابن موسر آبرو دارید شما پیش خدا آبرو دارید شما یه نظری بکنید من حاجت همو بگیرم وضع مالیم خوبه هر چی باشه ادا میکنم آقا فرمودن نظر کردیم میگم ما رفتیم و تقریبا سال بعد همون حدود همون بره زمانی آمدم مشهد رفتم حرام علی ابن مسترزا اتفاقا مجددا میر جواد آقای تهرانی رو دیدم میگفت اومدم دستشو بوسیدم افتادم به پاش گفتم آقا قربون نفست تو چه آب روی داری در این خونه گفت چطور گفتم پارسال همین ایام شما رو دیدم گفتم یه گیری دارم حل نمیشه نظر کنید هر چی باشه میدم به قول ما دست چک رو در آوردم سفید امضا کردم گفتم آقا این چک رو بگیرید هر چی نظر کردید بنویسید باید از نز نظر همچین توپل و درشتی باشه که من حاجتم رو گرفتم گفت حاجتت چی بوده؟ گفت من 15 سال 20 سال ازدواج کردم صاحب فرزند نمیشدم. خارج از کشور رفتم انواع دوا درمونا رو کردم متوسل شدم کربلا مثلا رفتم نجف رفتم کازمین رفتم مکه رفتم علم طب به من گفته شما صاحب فرزند شدنت محاله نمیشه آقا من دیگه دست به این زوات مقدس زندگیم داشت میپاشید آقا قربونت بشم قربون اون نفست الان که با تو دارم حرف میزنم بچه من دو ماه هست این نظر شما پیش امام رضا کار رو اداره کرده هر چی میخوای بنویس آقا فرمود بگیر آقا جان نظری که کرده بودیم ادا کردیم گفتم آقا چه نظری کرده بودید می جواب آقا فرموده بودن برای غذای حاجت تو یک سلوات یک سلوات محضر رسول الله نظر کرده بودیم حالا که حاجت تو گرفتی ادا کردیم پر دنبال یک سلوات باشه تو تسبیات یه بار بگو درست بگو اسم خدا رو تسبیح خدا رو درست بره. نکته دوم اینه که تسبیح حضرت زهرا متصلا به نماز انجام بشه خیلی ها این رو بعد از نماز برای شرط صحت تسبیح شرط میدونن یعنی چی؟ یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حالا الله اکبر تو نقد داریم صورت هم نشرخ یعنی متصلا انگار ادامه نمازده الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر, الله اکبر، الله. در استفتاتی از آی بهجت من میخوندم ازشون سوال کردن جلد اول دوم استفتات چهار شونه که بعد از نماز کدوم عمل ایشون روایت روی میاره که من نوشتم حالا وقت ندارم بگم میفرماد با توجه به این روایت فوری بودن تسبیحات بعد از نماز اثبات میشه ان الله و ملائکه بزا بعد این سجده شکر رو بزا بعد این البته یه نقل داریم اون دو سجده شکری که از امام زمان دستور رسیده حضرت هم میفرماد اون بلافاصله بعد نماز اون تو این تزاهم باز یه بحث مجزایی میطلبه که الان نمیشه بازش کرد و توضیح داد. فقط اینو نقدن داشته باشید بلا فاصله بعد نماز تموم شد انگاری, هن... انگاری هنو تو نمازی الله اکبر، الله اکبر و نکته آخر من دیدم خیلی از بزرگان تسبیحات حضرت صدقه رو با انگشت میگن اینی که خیلی وقت دیدیم میگم یه روایت من پیدا کردم این روایتم میگم و میدیم چند دقیقه هم در باب بی بی صحبت کنیم و روزه بخوریم قال صادق علیه السلام بل تسبیح بالاصابع انگشتا افضل منه به غیرها تصویات گفتن با انگشت افضل است از تصویات گفتن و غیر انگشت هر چی میخواد باشه لعنه چرا؟ به خاطر اینکه مسئولاتون یوم القیامه به خاطر اینکه از این انگشتا روز قیامت سوال میشه من راستش صرف تسبیحات حبیبت الله فاطمه شد تو رحمت الله رحمتالله رحمت علیه تو این فیلم هایی هم که ازش منتشر شده هست ایشون تسبیح جلوش هست ولی به تسبیحات از صدقه میرسه میبینید داره با دست تسبیحات میگه این رو هم حالا مد نظر داشته صلی الله علیه ایتو هست صدقه تو شهید یکی دو تا نکته بگم و زود روزه رو بخونم رفقا از صمیم جان به حکم وظیفه شرعی عرفی عقلی دست خادمین این جلسه رو با افتخار رو میبوسم که امسال همت کردن جلسه حضرت زهرا رو از لحاظ فیزیکی برگزار کردن چون اینی که امضا بشه کی بخونه چی بخونه کی منبر بره کی گریه کنه کی بیاد کی نیاد باید بیبی بی خودش امضا کنه اون که جدا دست شما رو میبوسم من امروز تو ذهنم بود یعنی انقدر برام سوال بود با آقا ارز کردم که امروز تعتیله تو ذهنم بود که مثلا روز کاری کسی میاد حالا شب هیچی روز بله بلا شک. بی بی جان لطف کردن اجازه دادن دست شما را میبوسم که اومدید به خدا قسم به حضرت صدیقه انقدر خوشحال شدم دیدم این شبا شلوغ میشه به امام زمان ارز کردم آقا جان قصه نخورید مادرتون گریه کن داره گریه میکنیم برای مادرتون ما که نمردیم بی, بی. چیزی میگم همینجا بمونه مریضیه دیگه ها بابا مرگ تو روزه حضرت زهرا سرقفلی داره مگه به من بی سر و پا میدن مگه به من مردن تو این جلسه مگه روزی من میشه به خدا اگه روزی من بشه کلاق و هفت آسمون میندازم بالا بین دوتا فاطمیه فاطمی دوم هر جایی دیدی روز است برو پا تو میبوزم من اصلا سیاهی لشگر اصلا من 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 خودم میدونم چی کارم من خودم میدونم چقدر آلودم من سیاهی لشگر گریم هم نمیاد میرم میشیدم جلسه بیبیم شلوغ بشه فردا نگر اینا زورمون رسید جلسه شونو خلوت کردیم دست هر کی باعث بود بانی بود عامل بود حاضر بود اومد تو این جلسه میبوسم بچه ها به حضرت زهرا والله با لباس پیغمبر رو بر عبا عبدالله روز شهادت بیبی بی قسم جلاله خوردم والله این گریه های شما یه شهر رو حفظ میکنه قسم خوردم بلا دور میکنه از خودتون زندگیتون اهلتون ایالتون همسایتون محلتون شهرتون و حالا من خودمونیشو بگم درک نمیکنیم یعنی چی خب فردا شب باز روزه است اینجا حوزه فدایانه به هیچ وجه مخصوصا این ایام دستتون ببوسم روزا نباد خلوت بشه امروز ضمن این که روز شهادت حضرت زهراست یه روز خونی دارن کربلایی ها به نام عاشق عبدالزهرای کعبی رحمت الله علیه هشت سال پیش ایشون به شهادت رسید این که میگم شهادت ارز میکنم علا ظاهر متولد اهوازه، ولی بزرگ شده عراق روز میلاد حضرت زهرا به دنیا اومد امروز روزی روز شهادت حضرت زهرا تو جلسه قهوه مسموم بش و ایشون از دنیا رفت قبل جلسه قهوه رو خورد رفت رو منبر وسط منبر میگفت این جگرم داره میسوزه و بعد منبرم تو عراق از دنیا رفت تشی جنازه تشی که مردم عراق براش گرفتن برای مراجع نگرفتن برای روز خون حضرت زهرا عجیب بوده ها این حرف فقط مال امروزه از پم کازم غزوینی صاحب کتاب فاطمت و زهرا من المهد که خودش پیکر ایشون چند سال پیش از قوم از تو خاک در آوردن به وصیت خودش ببرن کربلا 17 سال این پیکر تو خاک بود موقعی که در آوردن این روز اول پیکر آسمان پازم غزبینی سالم بود فیلمش هم هست سرش کنید ببینید بیرن این رو در بیرن ببرن کربلا میبینن پیکر آسمان پازم سالمه ایشون میفرمود یه جلسه ما منبر میرفتیم دو منبره بود منبر اول من بودم منبر دوم شیخ عبدالزهرای کعبی بود سر صبح من باید میرفتم منبر بعد شیخ عبدالزهرا کرد میگم من خیلی خسته بودم خوابم می اومد گفتم این نیم ساعت میخوابیم حالا شیخ عبدالزهرا منبر اولو بره من دیرتر میرم من دومی دو میرم منبر مجلس سنتی سابق گاهی دو منبر گای سه منبر من دومی دو میرم می گفت به محض اینکه خوابیدم همین چشام گرم شد دیدم همون روزه دهگیه که دارم میرم دو منبره شیخ عبدالزهرای کعبی نشسته بغل منبر قروق شده است جمعیت پر بغل منبر قروق شده است مادرم فاطمه زهرا تو روزه خودشون تشریف آوردن نشستن فهمیدم که این روزه توش خبراییه بعد تو هم عالم خواب شیخ عبدالزهرای کعبی اومدن بلنشم برم منبر بیبی بی فرمودن شیخ عبدالزهرا اول پسرم سید محمد کازم بره منبر اینجوری امر کردن میگو من خواب پریدم فهمیدم بیبی بی تو جلسه هست نظر داره با این خواب به من امر کردن سری خودتو برسون میگو بلند شدم دویدم سمت جلسه دیدم جلسه کیپ تا کیب جمعیت پر جلسه پر دقیقا یه دونه جا به صورت خیلی عجیب غریب خالیه اونم همون جاییه که من تو خواب دیدم مادرم از رت زهران نشسته دیدم تو جلسه خالیه منم خواب دیده بودم بیبی بی, بی فرموده بودن اول تو برو منبر آمدم چای رو خوردم بغل شیخ عبدالزهرای کعبی نشستم به شیخ عبدالزهرا خوب گوش به شیخ عبدالزهرا گفتم که آقا بفرمایید منبر شیخ عبدالزهرای کعبی گفت خودت که دیدی مادرتون امر کردن اول شما منبر برید میگه من فهمیدم اون چیزی که من تو خواب دیدم شیخ عبدالزهرا تو بیداری بهش واقفه گفت مادرتون هم کردن شما اول منبر برید بچه ها روز خون حضرت زهرا روز خون عبی عبدالله مقام و منصبی داره که اصلا به ادراک مردم دنیا نمیخوره یه وقتی میام مفصل راجع به این براتون صحبت میکنم این شیخ عبدالزهرا با این حالات اینو گفتم که اینو بگم یه روزی وارد حرم امیرالمومنین شدن شیخ عبدالزهرای کعبی به خادمان گفتن یه صندلی بذارید من بشینم گذاشتن روبروی ایمون طلا نشستن مردم دورشون جمع شدن خیلی عجیب غریب مشهور بود مردم دور شیخ عبدالزهرا جمع شدن یه جمعیت عجیبی شیخ هم گریه میکرد فرمود جمع بشید هر چی میتونید بیشتر جمع بشید یه پیغامی براتون دارم همه جمع شدن و هم جمعیت هم شد گفت دیشب آقا سید شهدا رو تو خواب دیدم آقا فرمودن شیخ عبد الزهرا چرا برای مردم از مصائب ما نمیگی گفتم آقا من که مثلا روزه خون شما مصائب شما رو میگم فرمود چرا روزه رعب رو, رو برای اینا نمیخونی ترس روزه رعب رو گفتم آقا جان روزه رعب رو چیه فرمود به این مردم بگو اون روزی که اون ملعون اون مادر ما رو زد مادر ما که دم در افتاده بود پدرمون امیر المومنین هم که داشتن میکشیدن و میبردن من و برادرم حسن با دو تا خواهرام تو سن کم هاج و مونده بودیم مادرمون دریابیم در یابیم یا دنبال پدرمون را بیفتیم تو خونه داشتیم می لرزیدیم شیخ عبدالزهرا فرمودن دیشب عبی عبدالله به من پیغام دادن فرمودن موقعی که پدرم از خونه بردن بیرون یهو دیدیم اون نانجیب دومی برگشت تو خونه اومد سر وقت ما ما هم همینطور داشتیم میلرزیدیم به این مردم بگو با تازیانه به سر صورت ما می زد من یه چیزی از رو از الهجوم بیت فاطمه براتون میخونم و تحویل میدم پناه میبرم به خدا بیبی بی جان امروز کمک کن به ما من میگم ادا کردن حقش با شما از رو میخونم که این مطلب رو بگم عمر تازیانه را از دست قنفوز گرفت بر بازوی فاطمه زد خب اینو شنیدید این تیکش تازیانه دور بازوی فاطمه پیچید این تازیانه که بپیچه بخوان بکشن چه اتفاقی میفته شما بگید من میگم ای کاش مثلا یه بار سیلی میزد میگه بین در و دیوار الهجوم لا بیت فاطمه بین در و دیوار ببخشید منو عذر میخوام درد زایمان زهرا رو گرفت به دیوار تکیه داد بچه شش ماهش را سخت نمود ببین همین داخل خانه شد اون نانجیب در حالی که خشم اگه تو ناموس داشته باشی میفهمی به خدا بچه ها یکی فقط فقط بشنویم نبینیم بشنویم بگن فلانی یکی ایستاده بود داشت سر مادر داد میزد نه اینکه دست زد نه اینکه جسارت کرد نه اینکه فقط داد میزد من بقیهش رو فاکتور میگیرم بگذریم ولش کن مال من نی برا روز خوناست دستتو بیار بالا در خونه ویویژان. بی بی جان هرچی توان داری فرج مولا رو نیت کن سه مرتبه از ته قلب از وجود دل از اعماق جانت صدا بزن به نیت فرج بگو یا زهرا